در ایران همیشه ما بهترین کشتیگیرا رو داشتیم، هالتر نمبر وان بودیم، دوی میدانی یادم یه آقای بود باغون باشی در دنیا نمبر وان بودیم. هیچ وقت ما تیم نداشتیم. برای اولین بار یه 5 تا جوون دور هم جمع شدن گفتن ما یکی هستیم و من نبود، ما بود. هر کاری که میخواستیم بکنیم با هم مشورت میکردیم، همه عقاید خودشونو میگفتن و دموکراسی کامل در این گروه بود و برای اولین بار در تاریخ موزیک ایران گروه به وجود اومد. اون موقع ها بیتل ها خیلی گل کرده بودن، بیتل و رولینگ استون، و ما گفتیم که چرا در ایرانی هم چیزی نباشه و اومدیم این گروه رو درست کردیم. هاما ایوازیان، هروس عبدالیان، واروش جردن و خودم، و ما اومدیم گفتیم چیکار کنیم. اومدیم بزرگترین آیدل دنیا رو کپی کردیم، گروه The Beatles، و یه موقعیتی برامون پیش اومد، رفتیم شمال در یه جای خیلی کوچولو قشنگ میخوندیم، اسمش بود موتل میموزا. زمانی که ما در اونجا بودیم مجله بانوان دختر شایسته رو به وجود آورد. بله. و 500 تا دختر اومدن توی اون موتل، هیچ مردی نبود به جز ما و آشپز و صاحب اونجا. خیلی هم کنترل می شدن، همه چی مرتب بود. شب که شد اینا رو آوردن توی این کلاب، محلی که ما می زدیم در همون موتل بود لب دریا، و ما شروع کردیم آهنگای گروه معروف بیتلز رو خوندن. اون زمان یه فیلمی در اومده بود به اسم Hard Day's Night، Hard Day's Night مال بیتلا بود، نشون داد دخترها میدونن، جیغ میزنن، فریاد میزنن، قش میکنن. نمیدونم چی شد وقتی ما داشتیم همون آهنگای بیتلا رو میخوندیم، دخترها شروع کردن جیغ زدن، دخترها شروع کردن قش کردن. حالا نمیدونم قش کردن برای اینکه هوا گرم بود یا اینکه یکشون رول بازی کرد ادا در آورد، ولی یه مرتبه جدی جدی شد و آمبولانس اومد اینا رو بردن، اکسا رو انداخت و فسادش تهران. و هفته بعدش که مجله در اومد تمام راجع ما بود. از اون روز دیگه شمال هر کی هر جایی بود، هر هتلی هر موتلی، شب می اومدن اونجا. و اولین بار اسم ایرانی بود، گروه اعجوبه ها، و به انگلیسی هم قشنگ بود The Wonders. و خلاصه این شمال غلغله شد و هر شب مردم تو صفا میستادن و از هتل رامسر، بابالسر، چالوس، موتلگو همه میومدن. یه جایی بود که بیشتر از صد نفر جا نمیگرفت و این موضوع به تمام تهران رسید، به شهرستان های دیگه همه میومدن. ما مجبور میشدیم در شب 3 شو بذاریم. خلاصه این 50 روز ما که شمال تموم شد، وقتی برگشتیم تهران، همین مجله بانوان یه جایی داشتن که چهارشنبه ها برای خانوما دور هم جمع می شدن، ما رو دعوت کرد و انقدر جمعیت اومد بود که راه نبود، تمام خیابون بسته بود. یادمه که آقای قنبری ما رو معرفی کرد، گفت خانوما، آقایون نبود، گفت خانوما و خانوما، گفت این شما و این عجوزا دیگه. من هیچی نشتم، هر چی شنیدم همش جیغ میزدن. از اول تا آخر یه ساعت و خورده رو استیج بودیم، ولی به جز جیغ هیچی نبود. اینجوری همه چی شروع شد. عجوبه ها برای 4 غوغا کرد. من اومدم آمریکا. برای اینکه بنا بود هممون بیایم آمریکا، یه دفعه من و هما ایوازیان اومدیم نیویورک، برای اینکه میخواستیم با دنیا رقابت بکنیم. اینقدر خوب بودیم، اینقدر خوب بودیم. من اگه تیپ های اون زمان رو بذارم ببینید آهنگ انگلیسی که ساخته بودم و مقایسه کنیم با آدم های همون رود مثل مانکی، The Beatles، The Rolling Stones، هیچی از اونا کمتر نبودیم. منطقه اونا ضبطشون فوق‌العاده بود، هارمونیم. برای اولین بار در تاریخ موزیک ایران 4 آدم هارمونی میخونم. من میخونم دو می سو، هر کی یه نوتی میخون، حالا یا 7 میخون یا 9 میخون.
اینا رو از کی یاد گرفتیم؟ از گروه بیتلز. بیتلز از کجا یاد گرفتیم؟ من با یه ارکستر ایتالیایی میخوندم قبل از این 16 سالم که بود به اسم چینکو دلا لانوت. بعد بچه ها چلنج هم کردن که تو برو با این ارکستر بخون. منم رفتم بهشون گفتم از بیتلا چیزی بلدم، گفتم همه رو بلدیم. آهنگ تاپشون I feel fine. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. اینو با اینا خوندم، اینا از من خیلی خوششون اومد، اومدن با من صحبت کردن. لوچیانو که ایجنت مؤسسه مهمانخانه بود، تمام این ارکسای ایتالیایی و اسپانیش که می اومدن تهران یا ایران این می اومد، این اومد با من صحبت کرد، گفت تو بیا با این ارکستر بخون، فقط هم انگلیسی بخون، اینا ایتالیایی میخونن. خلاصه با اینا جور شدم، رفتم ایتالیا، خیلی از اینا یاد گرفتم و اینا تمام موزیکای بیتلز رو داشتم. من همه رو آوردم وقتی که اومدم با وجوبا، همه رو قانون و قواعد میدادیم، یعنی همه میخوندن. صدامون عینن بیتلز بود. خیلی هم مرد باهوشی بود، خیلی هم بلد بود. اینجایی هم که درست کرده بود خیلی ایرانی ما بود، زیر زمین بود، 8th Street 23rd West 8th Street بین 5th and 6th Avenue، هنوز یادمه. و ایشون منو دعوت کرد که برم اونجا بخونم، بنا بود تمام ارکستر بیان، متاسفانه همه نیومدن چون جردن رفت سربازی، فیدون ریاهی با یه آدم خیلی دختری، یه آدم خیلی مهم ازدواج میخواست ازدواج بکنه، هامو هم برادرش نذاشت بیاد، منو هراس اومدیم درامر. و کارمون خیلی گرفت. این آقا به من گفت تو اینجا بمون، من برات گرین کارت میگیرم. آقای پرویز کهن گفت من گرین کارت تو رو میگیرم. وقتی رفتیم گرین کارت رو بگیریم بهم گفتن که باید پول تو بانک داشته باشی. پرویز کهن 50,000 دلار پول گذاشت به حساب من، بهم اعتماد کرد و من گرین کارتم رو در عرض 3 ماه گرفتم و توی محل این تا زمانی که این میخواست موندم. اینم منو پروموشن خیلی کرد و روزنامه دیلی نیوز خبرنگارش اومد منو اونجا دید، روز یکشنبه راجع به من نوشت. از هفته بعدش همینجور این ایجنت های مختلف اومدن، منیجمنت های مختلف. هر حال یکیشون انتخاب کردم، توی وایت پلین بود، سکارزدل، یه محلی داشت به اسم اجمون کسینو. رفتم پیشون و ایشون یه ارکستر بزرگ بر من درست کرد و شروع کرد با من کار کردن، یاد داد چجوری میری روسته، چجوری حرف میدنی. بعد یه روز گفت خیلی خوب، حالا وقتش که بری به لاس وگاس. منو با پیانیستم سوار هواپیما کرد و فرستاد وگاس. رفتم تو سیزرز پالاس، ساعت 12:30 ظهر اودیشن دادم و انترتینر دایرکتور، اون شخصی که انتخاب میکنه، میگه فرانک سیناترا میاد، تام جونز میاد، باربرا استریسترند میاد، نه اینو نمیخوایم، اینو میخوایم، اون شخص. خیلی از من خوشش اومد و اینجوری شروع شد که من تو کازینو ها کار کردم. به مدت 18 سال فقط لاس وگاس نبودم، تمام کازینو ها بود. اتلانتیک سیتی هم خیلی بزرگ شد بود، از 80s اتلانتیک سیتی حتی از لاس وگاس بهتر شده بود. داشتم توی ادامه دادم به کارم توی دنیای آمریکایی، هم میخوام کردن آمریکایی هستم، ادامه دادم. یه روزی یه آقای منو توی واشنگتن دی سی دید، تمام سناتورها بودن و من با ارکستر بزرگ میخوندم، اسمش بود آقای کعبه‌ای، روشون شاد. گفت تو، من یه کمپانی بزرگ دارم که فیلم داره، نمیدونم چه. منم پیش خودم فکر کردم واه، گفت تو میشی رئیس کمپانی من. منم اومدم تو کمپانی ایشون، برام بلیت فرست کلاس فرستاد، یه خونه گرفت تو بلر، خیلی عالی، راننده و شوفر اینا، ما احساس مهم بودن کردیم. ولی بعد از یه مدت متوجه شدن اصلا این سیستم ایرانی مثل سیستم آمریکایی نیست، یه فرم دیگه است. یواش یواش متوجه شدم که چه اشتباه بزرگی کردم و اومدم بیرون، برگشتم به نیویورک. رفتم نیویورک، یه دوستی داشتم اسمش آرام بود، گفت بیا یه ارکستر درست کن. منم یه ارکستر درست کردم برای ایرانی ها و از یه جای خیلی کوچولو به اسم پاتوخ شروع کردم، شدیم
نمبر وان تمام ایست کوست. بعد حالا نمیگم که یه نفر دیگه دعوت هم کرد گفت فلان میکنیم فلان کنم، من همه چی رو بلکنم اومدم اینجا و خلاصه اینجا موندگار شدم، ولی همه اون چیزهایی که بنا بود اتفاق بیفته نیفتاد. اینجا خیلی یاد گرفتم، خیلی، چون افتخار اینو داشتم که با آدمای بزرگ دنیا کار بکنم، فرانک سیناترا، تام جونز، انگلبرت، باربرا استرایسند، شیر، تونی بنت، جک جونز. و من شبام که میخوندم موقعی که وقت داشتم میتویدم میرفتم تو سالن بزرگ و اینا رو نگاه میکردم. سمی دیویس جونیور معرکه بود و سعی میکردم که تقلید اینا رو بکنم، ازشون یاد بگیرم، ولی چون همه اینا رو با هم میشنوم یه مرتبه یه سبکی در خودم به وجود اومد. بیشتر عمرم رو توی یه اتاق با موزیک گذروندم و لذتم بردم، خیلی هم خوشحالم. گفتنی ها زیاده ولی نمیدونم از کجاش بگم. ما داشتیم در هتل دربند، یه جایی بود بهش میگفتن کلبه. توی کلبه از ساعت 12 شب موزیک شروع میشد تا ساعت 4 صبح، گاهی اوقات بیشتر میموندیم تا 5. یه جای خیلی قشنگ کوچولو بود، قرفه قرفه، همه با آجرهای قرمز بود، از این قندیلای طلای آویزون بود، خیلی زیبا بود. وقتی اومدیم بیرون یه نهری جلوی این کلبه بود، یه پولم روش بود، عکسش هم دارم، روش میرفتم. من دیدم یه آهو داره میره بالا، چون جلوش کوه بود. یادم اومد که وقتی بچه بودم پدرم برام میخوند، میخوام برم کو شکار آهو، اینجوری میخوند. بعد هاما صدا کردم بودم، هاما اگه ما بیایم آکوردهای بیتلز رو برداریم این شعر رو روش ملودی بسازیم چی میشه؟ گفت با دوتا خط که نمیشه. گفتم بقیهش رو بین من و تو مینویسیم. فیدون ریا اومد گفت منم میام. نشستم این آهنگ رو اونجا کامل کردم. اون روی چماهت اونجا رو خارجیه، کرداش و ملودیش اینا خارجیه، در کنسرت های لاس وگاس. خیلی وقت حالا اصلا نمیرم که مواد دنبالم منو ببره، ولی یه سری آدم مخالفت کردن، یه سری هنرمند که به ضرر خودشون تموم شد، چون من میتونستم به خیلی هاشون کمک کنم. موسیقی ایران در لس آنجلس هیچ پشتیبانی نداره، کمپانی های صفه همه دیگه براشون منفعت نیست، چی کار کردن تمام اون صفحاتی که از قدیم دارن همه اونا رو گذاشتن توی کمپیوتر میفروشن، هر آهنگی 99 سنت، همش برای اونا پرافیته، برای هنرمند هیچ، برای آهنگساز هیچ، برای شاعر هیچ، خواننده نوازنده هیچ کمشه هیچی پول نمیان. در آمریکا و جاهای دیگه اینجوری نیست، شما آهنگسازی پول میگیری، شاعری پول میگیری، هر دفعه تو رادیو یا تلویزیون میزنن بهتون پول میگیری، هر وقت تو مووی استفاده میکنن، تو کمرشال استفاده میکنن میلیون ها دلار پول میگیری، چون پابلشینگ کمپانی، از پابلشینگ کمپانی آرتیست، آهنگساز، شاعر، همه اینا پول میگیرن. ولی تو ایران هم چیزی نیست. خب اینا هم که یه عالمه آهنگای قدیمی هست، مال 40 سال پیش، 50 سال پیش، 60 سال پیش، برای اینا مفته، خب میفروشن دیگه. 99 سن. متاسفانه هنرمندای ما اونقدر درآمد ندارن، میلیون میلیون دلار. حالا یه 4 تاشون موفقن، 3 تاشون موفقن، اما بقیهشون واقعا خیلی سخته براشون. جوانایی که در اینجا به دنیا اومدن حواسشون به دنیای آمریکاییه، اصلا هیچ توجهی به دنیای ایرانی ندارن. تنها آدمایی که میمونه آدمایی هستن که با خاطره زندگی میکنن. خیلی از این جوانا اصلا کوچکترین احساسی به اون طرف ندارن.
حتی عروسی ها که میشه دیگه اصلا ارکستر لایو نمیخوانه، اگه خدا هم باشی نمیخوانه، دوست دارن اون صداهایی که شبیه آمریکایی هست، دیسکوتک های آمریکایی، برای همین دیجی میارن و مشکل